به نام خدا، محمد عظیمی هستم. در این مجموعه آموزشی قصد دارم تا شما رو با کتابخانه زامرین اسنتیال آشنا کنم. دوستان، زامرین اسنتیال یک کتابخانه بزرگ است که نیم اسپیسش رو میتونید در زامرین اضافه بکنید، اسنتیال رو فراخونی بکنید و از کلاس هایی که داره استفاده بکنید. این نیم اسپیس شامل 45 کلاس بسیار مفید و کارآمد برای کسایی که برنامه‌نویسی موبایل میکنن داره، که از کلاسایی که در اسنتیال گنجانده شده میشه به اوپن فایل، فلش لایت، کلیپ بورد، ارسال ایمیل، فون دایلر، کلاس پرفورمنس رو که ما در ویدیوی قبلی با هم دیگه کار کرده بودیم، SMS، شیر فایل، اطلاعات باتری، اسکرین لوک، فایل سیستم، ویبریشن یا تمام سنسورهایی که بر روی دیوایس شما هستش میتونید از اون استفاده بکنید. من توی این مجموعه آموزشی میخوام تمام کلاس های زیر مجموعه نیمسپیس اسنتیال رو براتون شرح بدم و از هر کدوم یک مثال براتون بزنم. امیدوارم که این آموزشم براتون بهره‌مند باشه و بتونه بهتون کمکی بکنه در پروژهاتون. اولین کلاسی که میخوام با شروع بکنم کلاس اسس لیمیتور هستش، که شتاب سنج هستش، یعنی کار با سنسور ستاب سنج موبایل هستش که این رو با هم کار میکنیم. خب برای این منظور باز میکنم نرم افزار ویژوال استودیو رو. دات نت موبی نمیخوام کار بکنم، از زامری میخوام استفاده کنم، پس از ویژوال استودیو 2019 استفاده میکنم که توش راحت ترم برای این کار. ابتداعا یک موبایل اپ زامری فرم انتخاب میکنم، از لیست پروژه یک نام براش میگذارم، سامرین اسنتیال، و کریت میکنم پروژه رو. تو این پروژه آموزشی دوستان نمیخوام برای iOS کد بزنم، هرچند که برای جفت دیوایس ها یکی هستش، خب بالاخره همیشه رقابت بین دیوایس ها هست. ممکنه بعضی سنسور ها و بعضی قابلیت ها روی گوشی های آیفون باشه، روی اندروید نباشه، یا روی اندروید باشه و آیفون اون رو نداشته باشیم، ولی خب این چون جنبه فقط آموزشی داره، من اینجا تیک iOS رو بر میدارم و پروژه من بلانک بر میدارم، یعنی نمیخوام فلای اوت یا تپت پروژه باشه، چون اکثر مثال هایی که میخوام براتون بزنم سینگل پیج هستن، سینگل پروژه هستن و فقط جنبه آموزشی دارم. من یک بلانک پروژه برمیدارم. و همینطور که دوستان قبلا بهتون گفتم، مین پیج رو داریم اینجا با فرمت مین پیج دات XML و مین سی اس رو. من ابتداعا در شروع این مقادیر رو از اینجا حذف میکنم و ابتدا یک لیبل تعریف میکنم دوستان. یک لیبل برای نشون دادن مقادیر که از سنسور میگیرم. خب سنسور ما محور مختصات رو برای ما نشون میده که شامل X، Y و Z هستش،
من این رو میخوام در این لیبل نمایش بدم با x دو نقطه name ابتدا یک نیم بهش میدم که بتونم در CS خودم پیداش بکنم. تکست سایزش رو ببخشید فونت سایزش رو برابر میدم با میدیوم و کالرش هم اگه خواستیم میتونیم عوض بکنیم. تکست کالر به عنوان مثال اون بلک باشم که خاناتر باشه برای من. در گام بعد به دو بوتون نیاز دارم برای استارت و استوب کردن سنسورم. بوتون اول رو با نام استارت در نظر میگیرم و بکگراند کالرش رو گری تکست کالر رو وایت. خب دوستان همین رو کپی میکنم برای بوتون استارت و استوب. ایونت بوتون استارت رو فراخونی میکنیم. اگر کلیکت شد ایونت فراخونی بشه و اگر بوتون استوب کلیک شد و ایونتش هم فراخونی بشه. خب برمیگردم به CS و در این قسمت نیم اسپیس using xamarin.sntl رو اضافه می کنم. در قسمت ایونت بوتون استارت ابتدا if اگر access memory tool dot is monitoring برای ما فقط کافیه که return بکنم. خب کروشه باز و بسته در if نیازی ندارم. مجددا فراخونی میکنم کلاس access limiter رو و dot event reading changes رو فراخونی میکنیم به اضافه مساوی و دوبار تب رو میزنم. ایونتش اینجا برای من فراخونی میشه. در گام بعد باید اسپید سنسور خودم رو تعیین بکنم از طریق متد استارت. استارت رو متدش که باز بکنید از شما یک اینام سنسور اسپید میخواد که ما
ما اینجا 4 تا ورودی میتونیم بهش بدیم دوستان. اولیش دیفالت هستش، فست تست هست، گیم هست و یو آی هستش. اگر میخواین از این سنسور برای یک طراحی یک بازی استفاده بکنید، گیم رو انتخاب بکنید. اگر میخواید خیلی سرعتش بالاتر باشه، فست رو انتخاب بکنید و حالت معمول هم که دیفالت و یو آی هستش، که یو هم که خود یوزر میتونه تغییراتی رو توش ایجاد بکنه. من اینجا یو آی رو انتخاب میکنم و میام برای تعریف باتون استوب. برای استوب کردن سنسور ابتدا میگیم if، اگر کلاس accelerator مخالف dot is monitoring بود، برای ما بیا return کن. در اینجا برعکس accelerator dot is monitoring، اینجا ایونت بالا رو براش فراخونی میکنم دوستان، همین ایونت رو که اینجا تعریف کردیم. معذرت میخوام، اینجا پراپرتی ریدی چینجینگ رو بد براش فراخونی بکنیم و اکسس لیمیتور دات استاپ. خب در قسمت ایونت اینجا تغییراتی که در لحظه سنسور به ما میده رو میتونیم پیاده سازی بکنیم و داشته باشیم. برای اینکه مقادیر x, y و z رو بهتر داشته باشیم، برمیگردم به XML خودم. من این لیبل رو اینجا کپی میکنم و به ازای هر محوری که دارم یک لیبل قرار میدم. به عنوان مثال اینجا LB X، LB Y و LB Z. سیو میکنم. در قسمت ایونت فراخونی میکنم LB X رو ابتدا، پراپرتی تکستش رو فراخونی میکنیم برابر با این آرگومان ایونتی که به ما پاس میده، ای رو فراخونی میکنم داد پراپرتی ریدینگش و اکسس ریلیشن داد محور x. خب دوستان، اینجا خطایی که ما داریم این هستش که مقادیری که سنسور دیوایس برای ما برمیگردونن در قالب فلوت هستن، یعنی اعداد ممیزدار هستن و ما میخواییم این رو در قالب رشته نمایش بدیم، اینجا به ارور برمیخوریم. کافیه که در انتها متد توستیج رو براش فراخونی بکنید یا اینکه از کلاس convert استفاده بکنید. lb y رو همچنان فراخونی میکنم برابر با ایداد reading.exe
dot break dot to string value set dot text e ve değerim daha z. خب دوستان، از اونجایی که این برنامه من، این سمپل کدی که نوشتیم روی امیلیتور جواب به ما نمیده، چون امیلیتور یک ماشین مجازی هستش و ساکن هست روی دستگاه من و نمیتونم از سنسوراش استفاده بکنم، من این رو باید روی یک دیوایس واقعی رام بکنم و به شما نشون بدم. برای این منظور اگر از گوشی های اندرویدی استفاده میکنید کافیه که ابتداعا از قسمت اندروید SDK اون تولز بیاید و تولز رو انتخاب بکنید، اکستراس و گزینه گوگل یو اس بی درایو رو تیکش رو بزنید و از موبایلتون هم از قسمت دیولوپر تیک یو اس بی اکسس رو فعال بکنید و کافیه که کابلتون گوشیتون رو با کابل یو اس بی به موبایل وصل بکنید و موبایل رو اینجا داشته باشید. خب من گوشیم رو وصل میکنم. خب از قسمت انتخاب یک دیوایس انتخاب میکنم گوشیم رو و استارت میکنم برنامه رو. سب میکنیم تا پکیجین و کامپایل پروژمون به اتمام برسه. خب همینطور که میبینید پروژه جدیدی که ایجاد کردیم، زامر اسنتیال روی دیوایس من نصب شد و به صورت خودکار هم اجرا شد. در اینجا همونطور که میبینید باتوم استارت و استوپ رو که از قبل طراحی کردیم رو داریم. استارت رو میزنم و میبینید که تمام محورهای X, Y و Z رو برای من نمایش میده. اگر من گوشی رو به سمت چپ، راست و یا بالا پایین به چرخونم، مقادیر X, Y و Z هم تغییر میکنم. این نحوه استفاده از سنسور ستاپ سنج دیوایس های اندروید بود که مسلماً در روی گوشی های آیفون هم قابلیت داره و میتونید ازش استفاده بکنید. خب تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.